چه کسی بیشعور است و چرا یک فرد باید بخواهد که بیشعور باشد؟ سلام، من مقداد گوهرنیا هستم. امروز از کتاب بیشعوری این مطلبی که بهتون گفتم رو میخوام براتون بخونم و با هم دیگه در موردش صحبت کنم. تجربیات خودم رو در مورد کتابخونی باهاتون در میون میذارم. خیلی ممنون میشم از اینکه این کانال رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش رو هم بزنید تا ویدیوهای بعدی اون براتون بیاد و ببینید. امیدواریم که دوستشون داشته باشید. چه کسی بیشعور است و چرا یک نفر باید بخواهد که بیشعور باشد؟ توی این کتاب آقای خاویر کرمن، دکتر خاویر کرمن در مورد این صحبت کرده که چرا یک فرد از این مسئله که بیشعور و توانایی این که میتونه بفهمه که داره یک سری کارها رو اشتباه انجام میده تفره میره. ایشون خودشون با این مسئله درگیر بودن و وقتی سالهای سال توی این مسئله حالا توی ذهنشون چرخیدن و توی خانوادهشون به مشکل برخوردن به خاطر همین قضیه، آخرش متوجه شدن که باید این قضیه رو یه جوری مداوا کنن. خودشون هم مقعدشناس بودن، یعنی پزشک بودن و از اون مسئله به روانشناسی راه پیدا کردن و با آدمهایی برخورد کردن که این موزل بیشوری که فهمیدن اولین نفر خودشون این مشکل رو دارن رو بتونن درمان بکنن. یکی از این افراد اسمش فرده که با هم سرگذشت فرد رو میخونیم که توی این کتاب در مورد صحبت کرده. میگه اگر بیشورها عاشق میشوند فقط به یک دلیل است، میخواهند در هیچ چیز کم نیاورند از جمله عشق. وینفرید عاشق شکست خورده یک بیشور. از بین تمام مشاغل عالم شغل وکالت چنان با بیشوری درگیره که بجاست این کتاب رو با یک مورد از اون آغاز کنیم. سرگذشت فرد رو از زبان خودش میشنویم. روی صندلی کارم ولو شدم و اونقدر خسته بودم که نمیتونستم بقیه روز رو تاب بیارم. ساعت 9:15 بود و اما انگار بدبیاری ساعت سرش نمیشد. داشتم از دست میرفتم، انگار با 10 نفر دعوا کرده بودم. وقتی از خواب پا شدم سردماغ بودم، اما وقتی خواستم صبحونه بخورم حالم اصلا خوب نبود. من هر روز یه جور خوراک برای صبحونه سفارش می‌دادم. تخم مرغ آب پز 3 دقیقه پخته شده، اما اون روز صبحانه تخم مرغ من کمی بیشتر پخته بود و باعث این شد که با اون گارسون مشاجره کنم. گارسون هم با یه بد اخلاقی میاد و با آقای فرد میگه که خب باشه، حالا این تخم مرغ رو من میبرم توی دیگ میندازمش دوباره که مثلا اگر 4 دقیقه جوشیده 1 دقیقه ازش کم بشه. و اینجا فرد میفهمه که اون آدم داره بهش تیکه میندازه و این مشاجره ادامه پیدا میکنه تا جایی که فرد در آخرین لحظات اونجا که بوده این خانم ناخودآگاه به خاطر حالا اون انرژی منفی که ساطع شده بوده، بحث جدلی که بوده، اون قوری قهوه خالی میشه روی فرد و فرد این رو خیلی یه کار کاملا عمدی میبینه و باعث میشه که براشون اونجا مشکل به وجود بیاد. و بعدش که به سر کارش میرسه میخواد ماشینش رو توی جای همیشگیش پارک کنه، اما همین که پیاده میشه یهو پاش میره روی یک توپاله بزرگ اسب و به این فکر میکنه که حتما یکی داره سر به سرم میذاره، اما اون وقت نداشت که اون رو پیدا کنه، ولی خیلی ها در مزان اتهام بودن. این هم نوعی برد و باخت بود. من توی تمام زندگیم دست به هر کاری زدم تا همیشه برنده باشم. وقتی بچه بودم توی تمامی زندگیم دست به هر کاری زدم تا همیشه برنده باشم. ورزش ها، حالا ممکن بود تو هر کاری حتی دغل بازی کنم، دروغ بگم، ولی مهم موفق شدن و همیشه اوکی بودن بوده برام. در مورد زنها فرد میگه که در دوران بلوغ دخترها هم جز به رقابتهایی قرار گرفته بودن که حتما باید اونا برنده میشدن. از تسلط بر اونها کیفور میشدن. دلم میخواست همه ی دخترهای لبن، دخترهای سانتیمانتال، دخترهای قد بلند، دخترهای قد کوتاه و به خصوص دخترهایی رو که پا نمیدادن رو مخشون رو بزنن. البته برنده بودن همیشه کار آسانی نیست.
هرچند که در دانشگاه به اندازه کافی به ما رقابت بیرحمانه و از پشت خنجر زدن رو یاد داده بودن. با این اوصاف کاملا برای موفقیت آماده بودم. اینا حرفایی که فرد داشته به آقای خاویر کرمنت میزده بعد از اینکه توی اولین جلسه روانشناسی پیشش رفته بود. مرتب روی خودم کار میکردم تا پست و عموما رذل‌تر باشم. یاد گرفته بودم که دروغ بگم، حق سوار کنم و رک و راستری حقایق رو طور دیگه ای وانمود بکنم. وکیل دادگستری موفقی شدم. به زودی از قدرتی که به دست آورده بودم سرمست شدم، به خصوص وقتی بیشتر لذت می بردم که می تونستم قانونی رو به سمتی که میلم بود منحرف کنم، که هرچه منحرف تر بهتر. عاشق هنرنمایی در مقابل هیئت منصفه بودم. نهایت دست و پنجه نرم کردن با سیستم قضایی همینه که 7-8 نفر رو متقاعد کنی که موکل شما مثل یک بچه شیرخواره پاک و معصومه. حتی اگه پولهایی که از بانک دزدیده باشه همونجا توی جیبش قلمبیده باشه. با این حال دارم از کشمکش دائمی با کارکنانم خسته میشم. حالا شاید دلیل این خستگی من رو بتونید بفهمیم. کم کم دارم به این نتیجه میرسم که این وضعیت بهای برنده شدن به هر بهاییه. احتمالا من دیگه نمیخوام این پهها رو بپردازم. خب این تا اینجا بود در مورد فرد و زمانی که فرد میره پیش آقای خاویر کرمنت چه اتفاقی میفته. این از زبان آقای کرمنت. میگه من فرد را در چنین وضعیتی دیدم، یعنی این وضعیتی که عنوان شد تا الان. او باید 3 واقعیت مهم را درک میکرد. 1، او واقعا برنده نبود بلکه فقط بیشعور بود. 2، همین که شخصی به بیشعوری مبتلا میشود این بیماری بر تمام شؤونات زندگی او مسلط میشود. بیشعوری مانند انگل میماند که از بدن شخص تغذیه میکنن، بدن شخصی که بیماره و بیشعوری رو داره با خودش همچنان به سمت جلو میبره. 3، اگر بخوایی از بیشعوری نجات پیدا کنی باید روی خودت کارهایی انجام بده. اگر بیشعوری تنها دشمن خودت هست و تنها کسی هستی که میتونی این بیشعوری رو از بین ببری، باید اقدام بکنی، چون تنها کسی که میتونی این بیشعوری رو از بین ببره خودتی، یعنی خودت دشمن خودت هستی. فرد از اون نوع بیشعورهایی بود که تقریبا غیر قابل درمانه. انسانی با ضمیر غیر فعال و غیر قابل نفوذ اولین بار که به او گفتم بیشعور است کم نیاورد و پاسخ داد. گفت بیشعور باباته. جواب دادم راست میگی، ولی نمیدونستم تو هم پدرم رو میشناسی. دوستش بودی؟ فرد گفت منظورم این بود که فوشت داده باشم. پرسیدم چرا؟ گفت به خاطر اینکه اگر من بیشعورم تو هم بیشعوری. گفتم خب به همین خاطره که میتونم بهت کمک کنم، چون منم بیشعورم. بعدها فرید برایم گفت تنها دلیلی که باعث شده تصمیم به درمان بگیرد این بود که من آن روز به قدر او را گیج کرده بودم که تا پیش از آن هرگز تا به حال آن حد و آنقدر گیج نشده. گلی سرآغاز مراحل درمانی او از اینجا آغاز شد و این نکته مسئله مهمی را نشان می دهد. هر بیشعوری خودش مراحل درمانش را مشخص می کند. هرچند که همیشه اقرار به بیشعور بودن و مردم آزاری و آنگاه عزم جدی برای تبدیل شدن به یک آدم باشعور گام اول است. گام های موجود. وقتی اولین گام برداشته می شود، مراحل بعدی زیر در جهت درمان بیشعوری امکان پذیره. 1، درک خصایل و شخصیت کاملا پوچی که پایه و مایه بیشعوری شماست. 2، فهمیدن این مطلب که پر کردن این چاه یعنی بیشعوری با تغییر رفتار امکان پذیر است. تغییر رفتار به نحوی که دیگران را حقیقتاً به سوی شما جلب کند. 3، کشف این واقعیت که واقعاً قادر به تغییر چیزی که زندگی نام دارد هستید. در حقیقت هر بیشعوری که خودش را اصلاح می کند بیش از حد تصور به بهبود کیفیت زندگی بر روی کره زمین را دارد و به این تصور در زندگانی کمک میکند که انسانهایی که با بیشعوری دست و پنجه نرم میکنند میتوانند خود را بهبود دهند.
انجام این تغییرات به هیچ وجه سایر نیست، چرا که به تغییرات بنیادی در نحوه تفکر و رفتار انسانی نیاز دارد. وقتی که بفهمید اعضای خانواده و دوستانتان واقعا در مورد شما چطور فکر میکنن، بهت زده خواهید شد، حتی شاید افسرده شوید و احساس گناه و سرفکندگی کنید، چیزهایی که تحملشان برای درمان بیشوری و احتمالاً سخت و مشقت بار بودن آن قابل تحمل نیست. اما مطمئن باشید به زحمتش می‌ارزد و مایوس نخواهید شد. خوشبختانه ماجرای فرد هم پایان خوشی داشت. بعد هم استفاده داد و به نیروهای حفاظت صلح در افغانستان پیوست. جلسه تودی او به قدری شلوغ بود که در تاریخ مؤسسه سابقه نداشت. این بود بخش این که چرا یک انسانی باید بخواد که اصلا بیشعور باشه و این اتفاق چگونه برای همه ما میفته. همه ما توی دنیای زندگی میکنیم که این داستان توش موج میزنه. وقتی یه ذره در مورد این قضیه فکر کنیم، قشنگ میتونیم این قضیه رو متوجه بشیم. پس چه بهتره که بتونیم بعضی از رفتارها که باعث این اتفاق میشه و خودمون هم به راحتی میشناسیمش ولی دوست نداریم که تغییرش بدیم رو تغییر بدیم، تا بتونیم تفکر بهتر، زندگی بهتر و حال بهتری توی زندگیمون داشته باشیم و از منفی گرایی توی زندگی فرار کنیم. خیلی ممنونیم از اینکه ما رو تماشا کردید. من مقداد گوهرنیا هستم. تجربیاتم در مورد کتاب‌ها رو با شما به اشتراک میذارم. هیچ گونه ادعایی از جهت اینکه حالا من روانشناسم یا فلان اینا رو ندارم. همون چیزی که خوندم رو باهاتون بازگو میکنم. نتیجه با خودتونه و مطمئنم که بهترین نتیجه رو میگیرین، چون هر آدمی با خودش دیگه تعارف نداره. خب لطف کنید ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم لطفا بزنید اگر که دوست داشتین که ویدئوهای بعدی اون براتون بیاد، ویدئوهای کتابخونی و ویدئوهای در قالب همچین ویدئوهایی که ما در مورد کتابا صحبت میکنیم، و ما رو به دوستان کتابخونیتون معرفی کنید. اگر انتقادی یا پیشنهادی هم هست حتما توی کامنت ها برامون بنویسید و سپاسگزاریم از اینکه بیننده کانال خودتون کتاب من هستید. امیدوارم که همیشه دلتون شاد باشه و لبتون هم خند.